داستان به وجود اومدن شرکت افق داده ها؟ برعکس این که ما بخواییم از گاراژ شروع کنیم، از آلاچیق دانشگاه شروع کردیم. من و چند تا از هم دانشگاهیام سال 88 شرکت تأسیس شد. علاقمون ما را هدایت کرد به اون سمت. یه موجی می درست میکرد که یه قدم بریم جلوتر. با توجه به اینکه ما یه شرکت دانش محور بودیم از ابتدا، همون اوایل به اینجا رسیدیم که ما باید همیشه یک قدم جلوتر از مشتریانمون باشیم و بتونیم چالش‌های مشتریانمون رو قبل از اینکه حتی به وجود بیاد شناسایی بکنیم و بهشون راهکار بدیم. از 0 تا 100 کار رو معمولاً کنارشون هستیم. بعد از فاز نیازسنجیمون شروع میکنیم به ارائه طراحی‌ها رو براشون انجام میدیم. خود شرکت میتونه در واقع بحث تأمین تجهیزات رو هم انجام بده براشون که واحد در واقع بازرگانی و فروش ما این کار رو انجام میده. شروع به اجرا و پیاده سازی میکنیم و بعد از اجرا و پیاده سازی بحث های آموزش و پشتیبانی رو هم در کنار مشتریانمون هستیم. ما تو این حوزه به روزترین تکنولوژی هایی که در واقع تا حالا تو ایران پیاده سازی نشده رو دانشش رو سعی کردیم کسب بکنیم و توی ایران توی بزرگترین سازمان ها اینا رو پیاده سازی کردیم. مشتریان ما تا این چند سال با توجه به این نوع پیاده سازی ها به ما اعتماد کردن. هر جایی که چالش های پیچیده به وجود میاد توی این حوزه، حوزه فناوری اطلاعات و هر جایی که معمولا تکنولوژی های به روز نیاز هست، معمولا میان سراغ ما. بعضی از این چالش ها بوده که 5 سال تیمای مختلف نتونستن حلش بکنن. بعضی از این چالش ها بوده که اصلا هیچ کی جرئت نمی‌کرده حلش کنه. مشتریای ما عموماً شرکت‌ها یا سازمان‌های خیلی بزرگن یا صنایع خیلی کلیدی و بزرگن، مثل بانک‌ها، صنایع سنگین، و همه‌شون توی رقابت نیاز دارن به های تک. اون قسمت های تک رو خیلی شسته رفته، دقیقاً اون تیکه‌ای که برای شبکه خودشون نیاز دارن، اون تیکه‌ای که برای امنیت شبکه‌شون نیاز دارن، ما اون رو روش کار می‌کنیم، بروزترین‌ها رو میاریم بهشون ارائه میدیم. وقتی که ما پروژه با مشتریانمون شروع میکنیم، هدفمون این هستش که مشتری ما با خیالی آسوده کل کار رو به ما برون سپاری بکنه، دلش قرص باشه برای این که بتونه به اون خروجی که میخواد برسه. نکته مهم هم اینجاست، توی پروژه های های تک پشتیبانی بعدش یکی از قسمت های کلیدیه. همکاران من در طول پروژه در کنار در واقع مشتریان هستم که یک پشتیبانی داشته باشیم که تو اون هم انتقال دانش اتفاق بیفته و هم مشتری واقعا اطمینان داشته باشه از اون سرویس های ارزش افزوده ای که داره، از اون تجهیزاتی که داره استفاده میکنه و خیالش راحت باشه که کارو به ما سپرده.